ببینید اینقدر خورشید وجود آیت العظمه بروجردی اون موقع نورافشانی میکرد که یک عده یا خواسته یا نخواسته، ادام با هم شاید نمیخواستن اینقدر، مثلا اینم باز نمیتونیم بگیم دلشون میخواست مثلا خودشون هم بیان قشنگ بتونن مطرح کنن، ولی به هر حال در مقابل آیت العظمه بروجردی اونا این شعاع درخشان ایشون رو نمیتونستن بیان چیزی بگن. کما اینکه الان هم علت اینه که بعضی از چیزهایی که گفته میشه اینها معلومه واقعیت همینیه که دارن میگن. من الان مثالش هم زدم برای شما دیگه، گفتم ببینید 5 سال 6 سال یا 10 سال پیش رفتیم دیدیم دارن چیزهایی رو از اون زمان میگن که من امروز اینا رو عکس اینو دیدم، دارن می اومدن گفتن اصلا اصل قضیه صورت مسئله یک چیز دیگریه، یک صورت مسئله الان داره آدم میبینه این نبوده. از کجا معلوم که اون مراجع اون موقع واقعا صورت مسئله واقعی رو میدونستن؟ ما تو ذهنمون میگیم آقا لابد آقا اینطور میکردن، اونا نظرشون این نبوده. این از کجا میدونیم ما اینو بگیم؟ یعنی من با این سندی که امروز دیدم و با این سند میخوام عرض بکنم اینی که فلان آقای معاند یا فلان آقای کم عقل مثل من میاد یه چیزی رو میگه، این بر اساس یه برداشتای غلطی رو که احیانا بهش القا شده بوده، نه استناد. استناد اونی بوده که انجام شده. شاید همه این مراجعی هم که در زمان آقا بودن اون استنادات میدونستن، یقینا اینطوری بوده، ولی جا اینطور نبود که چیزی گفته. این اذهان مردم با اون ریشه های مراجع و مسائل واقعی فرق داشته دیگه. الان فرقه رو آدم داره میبینه دیگه. این چجوری حالا بتونیم الان بیایم مثلا ما به یه چیزی که عکس این رو الان داریم بهش میرسیم میبینیم این نبوده بیایم حالا بخوام استناد کنم بگیم آقا نظر اونا چی بوده؟ اصلا نباید وارد این وادی بشیم. آقای کاشانی بعد از اینی که خب اون آخرها که خیلی به چیز افتاده بودن و اینا، آقای بروجردی آقای موسوی کرمانی رو میخوان با حاج احمد، یه چیزی رو میذارن توی پاکت میفرمان که شب ساعت مثلا 8-9 شب شد بیایی دوبار میفتن دوبار آقای موسوی کرمانی که میگم باشه صبح میام. فرستاد آقا میگه آقا فرمودن همین الان بیا. آقای موسوی تعریف میکردن، یه این چیزی بود که بدون واسطه خود من شنیدم، احتمالا تو این فیلم آقای چیزم پر کرده باشه همین آقای قاسم رو اگر بیاره. من برای رفتم خدمت آقا فرمودن یه پاکتی دادم برای کیسه ای رو دادم، فرمودن اینو همین الان با حاج احمد خبر کنین اون راننده بیاد با اون جاده های قدیم اون وقت بیاد ببرتون تهران، ببر برسون به در منزل آقای کاشانی. خب اطاعت هم میکنن، ماشین خبر میکنن میاد و میبرن. اینا آقای میسابی که اون گفت شب وقتی رسیدیم یه موقع مثلا سحر بوده، حالا رفتیم پشت در خونه آقا در زدیم و آقای کاشانی اومد در باز کرد و رفتیم گفتیم فرستاده آقا هستیم. آقا این فرستادم برشم یه پاکتی زدیم. حالا شاید به ذهنم الان بعضی هایی که این استناد رو ندارن یا اصلا آقا قبول نداشتن آقای کاشانی مثلا نبود. بعد وقتی میشین میگن چیه؟ میگن پوله. میشین آقا میشمرن شروع میکنه آقای کاشانی به گریه کردن. چی شده؟ میگن این خونه ای که من توش نشستم این خونه اجاره ایه و اجارهش عقب افتاده، صاحب خونه ای به من اختار کرده، گفتم باشه اجاره میدم اینا. حالا دیروز آمده به من گفته که همین دیرو غروب، یعنی شبی که الان شما آمده چند غروب آمده گفته تا فردا صبح اگر خونه رو خالی کردی چه و الا 8 صبح اینجا مأمور میارم با افتضاح بیرونت میکنم. حالا من دارم اینم دقیقا همون بدهی که من دارم به اون آقا برام فرستاده. حالا هم ابعاد اینی که آقا اون ارتباط و حالا خودشون با حضرت و بعد از این طرف توجه داشتن به این آقا که این همه اذهان عمومی اون موقع آقای کاشانی نمیدونم آقای بروجردی فلان اینا کاملا از هم دو تا چیز میکرد. اینا یه نمونه هایی دیگه. اینا اگر بیایم یه مقداری با چیز پشه یه اقیانوس چجوری میتونه توصیف بکنه، بروجردی شخصیت واقعا
ذخیره الهی بوده دیگه، آمده ابعاد وجودی آقای بروجردی رو من فکر کنم که یه بخشیش حالا انقلاب اسلامی یه مقداری داره نشون داده میشه، خود وجود انقلاب اسلامی. من به حواشی نوا خود این و هنوزم خیلی چیزا مونده که آره اتفاق بیفته بعد معلوم بشه که این وجود چه وجوده الهی بوده است و چه چیزی بود. رضوان خدا بر ایشون باشه، انشالله امیدواریم که ما مشمول دعاهایشون قرار بگیم. ولی من این رو خودم خاطره عملی خودم رو بگم، بعد از فوت ایشون من تو مسائل تجاری و جام گرفتاری های همین چیز خودمون فراوون اتفاق میفته، الان هم هستی همیشه بوده، من خیلی اوقات میشد به بنبست های خیلی شدیدی میخوردم، خیلی شدید. بالای سر مقبرشون یه صندوقی گذاشته بودن، نمیدونم شما یادتون بیاد، ولی بود یه صندوقی بود گذاشته بودن نزورات. میمدم بعضی از چیزای مبلغی میریختم. من هر دفعه که به اون بنبست ها که فراوونم اتفاق افتاد، فراوون اتفاق میفتاد، میرسیدم سحر میومدم اینجا حرم میرفتم یه مبلغی رو هرچی البته میداختم تو اون صندوق میرفتم تا قبل از اینکه بازارا باز بشه و بانک ها باز بشه اینو میگیره باز شد. فراوون اتفاق افتاده برای من، برای این چیزی که برای خود من بوده و اینا. به عنوان یک امامزاده باید نگاه بکنیم، اصلا اینطوری نیست که ما بگیم فقط یه مرجعی بوده، نه ایشون یه چیز ذخیره ای بوده و آمده که و هنوزم شعاهاش مونده، حالا یه مقداری از شعاهاش آمده بوده، شعاهاش هنوز خیلی مونده. امیدوارم ان شاء الله اونایی که الان دارن کار میکنن، شماها که الحمدلله خیلی خوب هستین، آقای علوی رو خداوند حفظشون بکنه، انشاءالله که انصافا دارن خیلی روی آثار ایشون خیلی خوب، یعنی شما هم که دارین واقعا به عنوان بازو خیلی خیلی کارهای خوبی و این جزئی از اون چیزی هست که از ایشون منتشر شده و باید بشه، هنوز خیلی چیزا مونده. امیدواریم انشاءالله ما هم زنده باشیم اینا رو ببینیم انشاءالله.